آقا چیکار میکنی؟ آقا خود چیکار میکنی؟ میخوام کمکت کنم. نکن دیگه آقا، لامپ بسوخته میخوام عوضش کنم. پسر دارم لامپ رشته برده بیا. آقا تو مگه اینو دو هفته پیش عوض نکردی؟ دو هفته؟ این یه هفته کار کنه من کلاه میندازم قرقر آسمون. گاز میده میسوزه، میزنه دست انداز میریزه، چیکارش کنم من اینو؟ خب بیا یه لامپی بهت معرفی بکنم. بگی دستت. آقا این رنگ بندی هم داره؟ رنگ بندی هم داره، یه سری آپشنای دیگه هم روش هست. اگه میخوای کامل در موردش بدونی ادامه کلیپ و همراه ما باش. تو این ویدیو میخوام بهت فرق بین لامپ رشته‌ای معمولی با فلزن LED رو بگم. مزایای این چیه، معایب این چیه. آقا یادم رفت خودم رو معرفی کنم. بنده سید مهدی اکرمی به چنل اکرمی یدکی خیلی خوش اومدی. آقا از این اخلاقا ندارم، بگم ساب کن بریم، لایک کن بریم، کامنت بذار بریم. حال کرده یه دونه لایک بنداز پای ویدیو. اگه هم به محتوای موتورسیکلت، آموزش‌های موتورسیکلت و کلن چیزایی که به موتور مربوط میشه علاقه داری، چنل ما رو سابسکرایب بکن. بریم این لامپای خوشگلمون رو بزنیم روی این خطرهای خوشگلترمون. جایی نرو، همراه ما باش. آقا این لامپیه که روی اکثر موتورسیکلتایی که شما دارین سوار میشین نصب هستش. یه ایراد بزرگ داره، اینه که آقا نگاه کن، یه تیکه رشته از این ور به اون ور وصل شده، بسیار آسیب پذیر. آقا این محصول از همون موقعی که تولید شدم آسیب پذیر بود. حالا جنس ژاپنیش که میگیم اولین جنسی بوده که اومده روی موتورسیکلت بسته شده و حالا که رفته رفته اومده، حالا تولید کنندش رفته سمت چین و این کیفیت کار هر روز داره پایین و پایین تر میاد. محصولی که از همون روز اول ضعیف بوده، حالا فکرشو بکن تو روز سالهای آینده داره هی ضعیف و ضعیفتر میشه. به جاش ما میتونیم جایگزینش لامپای LED رو استفاده بکنیم. آقا اینا چیزی به عنوان رشته توش استفاده نشده، LED هست. LED ها روی تخته برد خابیده و یه لایم محکم هم روش خورده و یه دونه دیگه هم لایه محافظتی اومده روش که اینو حالا در مقابل آب، ضربه و چیزایی که تهدیدش میکنه محافظت میکنه. آقا این لامپ توی دست انداز، نمیخوام بگم خیلی شدید، توی دست انداز معمولی احتمال ریختنش هست، ولی این لامپ چون طراحی شده تا عمر بیشتری داشته باشه و به شما بیشتر کار بده، عملاً خیلی واسه شما بهتر عمر میکنه، بیشتر عمر میکنه. حالا کارایش چیه، چجوری کار میکنه، همه اینا رو براتون میذاریم. توی 4 رنگ مختلفم تو بازار موجود شده. آقا من همیشه تو ویدیوام گفتم این ویدیو رو من نمیسازم که شما بیا این محصول از من بخرید، نه، خیلی از همکارای گلمون هستن که کار درستن دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، میتونی حالا وقتشو ندارن که بیام مثل ما ویدیو بسازن، میتونی این ویدیوشو اینجا ببینی، انتخاب بکنی، بری حالا از هر جا که عشقت کشید محصولتو خریداری بکنی. چنل اکرم یدکی ساخته شده فقط واسه آگاهی دادن، نه حالا واره فروش اجناس. آها اینا تو 4 رنگ مختلف و اصلی برامون موجود هستش، تو بازارم هست، رنگ سبز، رنگ قرمز، رنگ سفید، رنگ آبی. آها اینا دو حالت داره، حالت اول که یه نوره آبی به شما میده و حالت دوم زمانی که شما ترمز میگیری حالت فلزن میشه. حالا خیلی از بچه ها میان میگن که چی؟ آقا ما میخوایم همیشه این برامون حالت فلزن داشته باشه. خب مشکل نداره، شما میتونی سیمای خطرتو جابجا بکنی، زمانی که ترمز میگیری ثابت بشه، زمانی که چراغ خطر روشنه فلزن بشه. ولی استانداردش اینجوریه که شما چیکار بکنی، حالت فلزنو زمانی قرار بدی که چی؟ حالا داری از ترمز جلو یا عقب استفاده میکنی. آقا حالا براتون میزنیم تو خطرها، قشنگ دونه به دونه تستش میکنیم، رنگاشو ببینی، نحوه کار کردنشو ببینی. بازم جایی نرو، همراه ما باش. آقا اینجا 4 تا خطر داریم. آقا اینا همون خطرهای معمولیه
فقط ما شیشهشو عوض کردیم. الان بعضیا باز تو کامنت ها می نویسن نه این چون شیشهش عوض شده این لامپ بهش نمیخوره، یا چون مثلا اینجا رو برچسب زدی این لامپ بهش نمیخوره. آقا این لامپ نگاه کن، تهش جای خارش کلن شکلش برای همین خطرهای هوندا، تر هوندا ساخته شده. حالا بریم با رنگ قرمز شروع بکنیم. آقا خطرمون رو آوردیم، این الان حالت ثابتشه و حالا شما اگه فلجزنش هم بکنین، فلجزنش بکنین، این هم فلجزنشه. نورش هم یه نور استاندارده، نه اونجوریه که بخواد چشم طرف رو از پشت بزنه، یا اینکه نورش انقدر کم نیست که شما اصلا نتونی تشخیص بدی. الان حدود 250 وات برق روشنه. من اینو خاموش کنم، نگاه کنی نورش خدایش زیاده. حالت ثابتش هم بزنه، حالت ثابت، حالت فلش زن، نورش هم زنده است، قرمز زنده است. اینجوری نیست که مثلا یه نور بیکیفیتی به شما بده، یه قرمز زنده به شما میده. بریم حالا نور بعدی. آقا اینم رنگ جذاب آبیشه، خدایش آبیش خیلی قشنگه. آقا نگاه کن، با یه برچسب ارزون، با یه شیشه چراغ خطر سفید، شما میتونی موتورتو جذاب بکنی. بعضیا فکر میکنن اسپورت کردن موتور یعنی بری خرجای خیلی زیادی بذاری رو دستت و حالا اون موتور مثلا قشنگ بشه. نه، با چیزای دم دستی پیش و پا افتاده ارزون قیمتم میشه یه روخ جذابی به موتور داد. آقا من حالا برق خاموش کنم، شما نورش قشنگ متوجه بشی. نگاه نورش آبی قشنگه، آبی زنده است. حالت فلش زنشو بزنی، اینم حالت فلش زنش. آقا اینجا خطر سفید LED فلجزن داریم. آقا من یه راهنمایی بکنم بابت رنگاش. رنگ سفید میدونی به درد چه کسایی میخوره؟ به درد بچه هایی میخورن که فابریکی بازن. آقا نگاه کن، این همین خطر معمولیه دیگه. شما میتونی رنگ سفیدشو بزنی تو این خطرهای معمولی تا نورت بیشتر بشه. حالا اون مشکلای لامپ رشته‌ایت هم حل میشه، چون رنگ سفید به نظر من از همه پرنورتره نسبت به آبی، قرمز و سبز. شما میتونی رنگ سفید تو همون خطرهای فابریکیت بزنی، همین شیشه خطرهای معمولی، تا نورت بیشتر بشه. حالا بعضی هستن از مثلا رنگ سفید خوششون نمیان، دوست دارن فابریک موتورشون به هم نریزه، میتونن از سفیدش استفاده کنن تا مشکل حالا لامپای رشته‌ای هم نداشته باشن. بریم حالا خاموش کنیم برقو، حالت ثابتشه، فلجزنشو بزنیم. ماشاءالله، من میگم نورش از آبی و قرمز بیشتره به خاطر اینه. مثلا شما خودت متوجه بذار من دوربینم حالا ببرم اونورتر. به همین جذابی، به همین قشنگی، و شما با یه لامپ کوچیک که قیمتش هم خیلی مناسبه از همه جا میتونی تهیهش بکنی. بریم حالا سراغ رنگ جذاب بعدی. آقا رنگ سبزشو قبول دارم، یه مقدار کمیاب، هر جا ندارم. بریم داشته باشیم رنگ سبز. آقا رنگ سبزشو شما داریم مشاهده میکنی، یه مقدار ظاهرش هم با نسبت به حالا قرمز آبیش فرق میکنه. این شیشه‌ای که خورده روش این شفافه، ولی این یه فرم خاص دیگه ای داره. آقا تو ویدیو شاید الان شما اینو ببینی، برقو خاموش میکنم یکم به آبی بزنه، ولی الان دقت بکن سبزه. حالا لنزای دوربین رنگ سبز و متمایل به آبی نشون میده، ولی این رنگ سبزه. بریم داشته باشیم حالا رنگ سبزشو، فلجزنشو بزنید. اینم فلجزنش. رنگ سبزشم از حق نگذنیم جذابه، اصلا همشون جذابه، آبی، قرمز، سبز و مخصوصا رنگ سفید که شما میتونید همه جا ازش استفاده کنین، حتی همون شیشه های فابریکیتون. ولی برای اینکه مثلا بخواین رنگ آبی رو بگیرین، قرمز رو بگیرین، حتما باید شیشه خطرتون رو سفید بندازین. حالا تو پست‌های بعدی ما سعی میکنیم لامپ راهنمای LED هم بگنجونیم لای پست‌ها تا بچه‌هایی که
به لامپ های LED علاقه زیادی دارن نسبت به لامپ های رشته‌ای. حالا اون پستم ببینم. ممنون که تا آخر ویدیو ما رو همراهی میکنی. الان اینجا داره به شما یه ویدیو نمایش داده میشه، گل سرسبد ویدیو ماست، اونم ببینی خالی از لطف نیست.